نشست استمایه و شناسایی چالش‌های تجاران سبزیجات و میوه تازه ولایت لوگر. در این نشست، معین سیاسی وزارت خارجه با ابراز نگرانی از مشکلات در زمینه صادرات محصولات تجارتی افغانستان به پاکستان میگوید پاکستان در فصل برداشت میوه و سبزیجات افغانستان مسیرهای تجاری را نبندد، زیرا افغانستان نیز قادر است تا راه ترانزیت پاکستان به آسیای میانه را ببندد. به گفته شیر محمد عباس استانکزی، بستن مسیر تجارت و ترانزیت به سود هیچ یک از دو طرف نیست. چه افغانستان دی پاکستان او دی آسیای میانه پا منز که ترانزیت لاره مونگه هم کولیسی چه بالمثل عکس العملو که مونگم کولیسی چه خبر سرحدات بند که مونگم کولیسی چه دویت مشکلات خلق خو مونگه نگواری چه دا مشکل خبر پاکستانی ورونه تا چه لسرحد ای خواه تا مسلمانان زور که اغوه تا دا مشکل جور که لو دوی نمام داگه خواهش دی چه دوی هم بالخصوص دی افغانستان خواه تا چه کل د میوه و د سبزیجات و وقت راضی خپل سرحدات خلاص بید. هرچند تنش در روابط افغانستان و پاکستان موضوعی تازه نیست، اما این نخستین بار است که حکومت افغانستان در واکنش به عدم همکاری اسلام آباد در بخش ترانزیت از بستن راه ترانزیت پاکستان با آسیای میانه هشدار میدهد. آقای استانکزی از پاکستان میخواهد که در فصل برداشت میوه و سبزیجات در افغانستان مسیرهای تجاری را نبندد تا محصولات تاجران افغان به پاکستان برسد، زیرا بستن مسیر به سود دو کشور نیست. زمونگ میوه و زمونگ سبزیجات دوی خلق و تا دوی ولایات و ایالاتون تا برسید او دوی لاره نه هندوستان و نور و ملکون تا برسید دا با دوی پا گرد هم نهی زمونگ پا گرد با هم نهی چیز تجاران زمونگ او د قانون زمونږه د دوړو خو په دې کې متضرر کیږي او ضرر ویني بیرته هم دا عوام خلک چې بیا به حکومت کوبک غواړي یا به د حکومت په غاړه کې ورلیږي حکومت به دغه مسئولان در وزارت صنعت و تجارت میگویند که آنان تلاش دارند تا مشکلات فرارای صادرات را بردارند، زیرا رسیدن به خودکفایی اقتصادی از اولویت های امارت اسلامی است. اسلامی امارت مشران پر طول معنا بنده دی افغانستان اقتصادی ثبات، اقتصادی پرمختگ، اقتصادی استقلال افغانستان پر زن بسیعینا پر خپلوب کو در دلو دیتا متعهد دا جمن دا او تر طولونا دی افغانستان دغه استقلال او دغه خپلواکی د دی افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو د پاره لومړیتوب لري. بسته شدن مسیرهای تجاری در فصل میوه و سبزی برای تاجران افغان، بلند رفتن تعرفه گمرکی از سوی پاکستان و عدم رعایت قراردادهای تجاری میان دو کشور سبب شده که در 5 ماه نخست امسال صادرات افغانستان به پاکستان 10% کاهش یابد.